پیام مردم پنجشیر به محمد اشرف غنی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. پیام مردم پنجشیر به محمد اشرف غنی. آقای غنی، بگذارید در نخست احترامات مردم پنجشیر را که ریشه در فرهنگ پارسای مهمان نوازی ماندارد و خصم و خیش ما از آن مستفید می شوند را حضورتان تقدیم نماییم. دو سه گپ بسیار کوتاه داریم که در ذیل بازگویش می کنیم. مردم پنجشیر از هر گامی که برای ریشه کن کردن فساد برداشته شود شدیداً حمایت می کند، به دلیل اینکه خودشان برای استواری ثبات و نظم اهم در گذشته و حال قربانی های بیشماری دادند. بمانند مردم سایر ولایات، مردم ما از هیچ تلاشی که نتیجتاً عدالت را تأمین کند دریغ نکردند. این را که اگر از تاریخ بپرسید با فریاد پاسخ مثبت می دهد. از کسی که عنوان رئیس جمهوری یک مملکت را داشته باشد، در اولین قدم امیدواری مردم این بوده و است که در هر زمینه ای که باشد نگاه متفاوت به طرفشان انداخته نشود. متاسفانه در حضور نماینده های 40 کشورهای منطقه و جهان، یادآوری از یک موضوع داخلی با گفتن این که کرام الدین کرام را از پنجشیر اخراج کنید تا قانون تطبیق شود و به نحوه طرف قرار دادن پنجشیر چیزی بود که ما توقع آن را نداشتیم. این موضوع اولا در سطح کلان می تواند آسیب شدیدی را به پرستیژ و حاکمیت ملی دولتمان برساند. در قدم دوم آستان پر افتخار پنجشیر و مردم آن را به گونه گانگستر و بدماش معرفی می کند که حقیقت کاملا برخلاف این است. آقای رئیس جمهور، بیشتر از شما ما مردم آتشی این را داریم که قانون تطبیق شود و در بطن و متن جامعه جایگاه واقعی خود را پیدا کند. اما این نکته را هم فراموش نکنید که مردم ما فرق میان تطبیق قانون بر عموم افراد و تطبیق آن بالای یک گروه خاص را بسیار به خوبی می دانند. کرام الدین به پنجشیر به زادگاهش پناه آورده است. اگر می خواهید به دادگاه حاضر شود بروید. نخست فضل فضلی را که متهم بر رشوه جنسی است و در زیر ریشتان اشترنگ اداره امور را چپ و راست می چرخاند محاکمه کنید. ماجرای لوگر را بیاد دارید؟ اسنادی که تجاوز جنسی بالای کودکان در مکتب را نشان می داد و افشا شد چند بار مرور کردید؟ نزدیک به $2 میلیون از بیت المال هزینه می شود تا فقط یک دیوار ساخته شود را آیا هیچ بررسی هم کرده اید؟ چرا هیچ نهادی حق ندارد به اسناد گمرکات به حکم مستقیم شما دسترسی داشته باشد؟ آیا خبر دارید که همین شهردار فعلی کابل شما متهم به تیار دزدی می باشد و ذهن خیلی ها را به این نکته که آیا تیار به توی نوشته می شود یا به تی مغشوش ساخته است؟ ببینید آقای رئیس جمهور، وقتی حکومت شما با این همه اتهامات حیثیت خدشه‌دار داشته باشد و نتواند اراده برخورد یکسان و عادلانه خود را ثابت کند، چطور توقع دارید که مردم پنجشیر کرام الدین کرام را به یک چنین حکومتی بسپارد که اقداماتش در تطبیق قانون جانبدارانه و جهت‌دار باشد؟ یقین داشته باشید تا مردم پنجشیر از اراده واقعی تطبیق قانون اطمینان حاصل نکنند، کسی را تسلیم نمی نمایند. حالا
شما مرد شوید و این لکه بدنامی را از جبین داغدار حکومتتان دور کنید تا کرام الدین کرام به محکمه بیاید. در غیر آن اگر اشتهای توت و دوغ را کردید حتما مهمان ما شوید. با نمایندگی از مردم ولایت پنجشیر، نقیب الرحمن افضلی. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.